گذشته در فاریاب نزدیک به 250 حادثه ترافیکی به وقوع پیوسته که با تلفات همراه بوده است. مسئولان شفاخانه افغان ترک فاریاب با بیان این مطلب میگویند اکثر قربانیان رویدادهای ترافیکی جوانان و نوجوانان اند که از موتورسایکل استفاده میکنند. شهریان میمنه نیز از افزایش واقعات ترافیکی ابراز نگرانی کرده از مسئولان میخواهند تا برای جلوگیری از وقوع این حادثات اقدام نمایند. پلیس میگوید در نظر دارد کمپاین تفتیش وسایل نقلیه که بیشتر از سوی جوانان بدون لیسانس و نمبر پلیت استفاده می شود راه اندازی کنند. مقام های ریاست صحت در فاریاب می گویند پس از رویدادهای تروریستی در این ولایت بیشترین تلفات ناشی از حوادث ترافیکی می باشد. هرچند مقام های این ریاست آمار دقیق تلفات و جراعات این رویدادها را مشخص نمی سازد، اما منابع پلیس تعداد قربانیان و زخمی های این رویدادها را 27 تن اعلام می کنند. شهروندان میمنه از مسئولان می خواهند برای کاهش این گونه رویدادها کاری انجام دهند. در ولایت فاریاب زیادتر حادثات ترافیکی رخ میده چه از رکشا یا موتورسیکل، اینا اکثر جوانایی که نوجوان هستند اینا تیزرانی میکنن، هم حیات خود در خطر میاندازن هم حیات دیگران را. میبینین که این یک حادثه ترافیکی شده که ناو در سیدان طفل که از اینجا حادثه کده بودن، اینجا در اینجا دیدیم که شاهد هستیم که نایی ازدان زیاد از شاهد یک شد دو جای پایش شکسته، یک شد پنجهش پریده، یک شد دیگه از سی نفر دیگه مترسه کرد، این دولت باشه دولت محکم بگیره. رئیس شفاخانه دوستی افغان ترک در میمنه میگوید از مجموع 245 حادثه ترافیکی رخ داده در یک ماه گذشته 200 واقع آن را تصادم موتورسایکل تشکیل میدهد. با تعداد 201 واقع تنها اکسیدنت موتورسیکل، حادثات موتورسیکل و 44 حادثه وسایل و ارادجات به ما به سرویس عاجل شفاخانه ولایت تخلیه شده که تعداد کثیر متاسفانه از این حادثات را جوانان و نوجوانان تشکیل میداد و تلفات زیادی هم با خود داشته. افزایش رویدادهای ترافیکی نگرانی پلیس را نیز سبب شده است. به همین دلیل کمپاین تفتیش وسایل از سوی پلیس در فاریاب به زودی آغاز می شود. که راندا از قانون ترافیکی آگاهی ندارند، دوم یعنی تیزرانی های بیجا است، سوم بیدارخوابی یک تعداد دریورها است که در مسیر شاهرای میمنه مزار شریف یا میمنه کابل رفت آمد میکنند. ما در این رابطه به خاطر جمع‌آوری موتورسیکل هایی که بی اسناد است یا توقف موتورسیکل هایی که بی اسناد هستند که پلیت نگرفتند، ما پیشنهاد کردیم در کمیته امنیتی مقام ولایت فاریاب، ان شاء الله در این نزدیکی ها اونها فیصله بکنند در رابطه به توقف وسایل. وقوع حوادث ترافیکی در کشور یک مشکل فراگیر می باشد که عوامل گوناگون می تواند داشته باشد. اکثر رانندگان و مسافران عوامل رویدادهای ترافیکی را ناشی از بی‌احتیاطی رانندگان، سرعت زیاد، مشکلات فنی سرک ها، نبود شاهراهای استاندارد، عدم تفتیش جواز رانندگی و برخی عوامل دیگر می دانند. در ولایت هلمند در رویدادهای جداگانه 6 پلیس و 6 طالب مسلح کشته شدند. رویداد نخست در ولسوالی گرشک شب جمعه رخ داد که در این واقعه 6 پلیس پسته امنیتی بند برق مسموم شده و سپس به قتل رسیدند. سلاح‌های این افراد پلیس نیز از سوی مخالفان مسلح دولت برده شده است. سمونوال محمد اسماعیل معاون قرارگاه مشترک در ولایت هلمند ضمن تایید این رویداد میگوید تحقیقات در این زمینه شروع شده است. در رویداد دوم عمر حق مل قماندان امنیه ولسوالی نادعلی میگوید نیروهای امنیت ملی در یک کمین در منطقه لویباخ 4 طالب مسلح را کشتند و در سومین رویداد ملا اخلاص و ملا ظاهر دو قماندان محلی طالبان روز جمعه در روسیه سنگین هین درگیری با نیروهای پلیس کشته شدند. منابع طالبان تا حال در مورد این رویدادها اظهار نظر نکردند. مخالفان مصالح دولت در ولایت زابل بزرگان قومی را نشانه قرار دادند. در یک هفته گذشته در این ولایت 3 بزرگ قومی هدف قرار گرفتند که 2 تن آنان کشته شده و 1 نفر دیگر زخمی شده است. به گفته مقام های محلی مخالفان مصالح دولت با این رویکرد قصد دارند در دلهای مردم هراس بیفکنند. جمایل سپاند از کندهار گزارش می‌دهد. هفته گذشته برای بزرگان قومی در ولسوالی شارجه ولایت زابل روزهای خوبی نداشت. سه شخصیت متنفذ این ولسوالی از سوی مخالفان مصالح دولت هدف حمله مسلحانه قرار گرفتند.
محمد اشرف ناصری والی زابل میگوید در این حملات حاجی جمال و حاجی یار محمد در بازار ولسوالی شاجوی از سوی طالبان مسلح با شلیک گلوله از پا در آمدند و حاجی قدرت الله شخصیت قومی دیگر در شلیک افراد طالبان زخمی گردید که اکنون در شفاخانه آیساف تحت تداوی قرار دارد. والی زابل این حملات را محکوم میکند و میگوید طالبان با این اقدام از یک سو میخوان وحشت خلق کنند و از سوی دیگر میان حکومت و مردم فاصله ایجاد کنند. دی افغانستان دی نظام مخالفین یا دی هیواد مخالفین همیشه دا حسه کوي چې څنګه وکولای شي چې دی دولت او دی خلکو ترمنځ فاصله ایجاد کی. آقای ناصری از باشنده های زابل میخواد که با هم یک دست شوند و بر ضد فعالیت های تروریستی با حکومت همکاری کنند. ز په زابلیانو باندې غږ کوم چې هغوی متحد شي او دی دولت له ټولو هغو ښو پروګرامونو نه ملاتړ وکړي، نیمګړتیا وکړي، ورته مشورې ورکړي تر څو چې موږ وکولی شو چې دغه لس کلنې لاس راوړنې مو ضایع نه شي. اما در همین حال شمار بزرگان قومی در ولسوالی شاجوی دولت را به عدم توجه و محافظت از بزرگان قومی متهم میکنند و باور آنان این بزرگان بنابر کم توجهی مقام های حکومتی کشته شدند، ولی مقام های محلی در زابل این اتهامات را رد کرده میگویند دولت همیشه برای محافظت بزرگان قومی توجه خاص مبذول داشته است. هجوم معتادان مواد مخدر به چمن حضوری کابل کمیته ملی المپیک را با مشکل جدی روبرو کرده است. محمد ظاهر اخبر رئیس کمیته ملی المپیک میگوید که روزانه صدها معتاد مواد مخدر به این مکان ورزشی سرازیر شده و مانع تمرین ورزشکاران میشوند. آقای اخبر حالا برای رفع این مشکل از 3 روز به این سو دفتر کارش را از ساختمان کمیته ملی المپیک به داخل چمن حضوری منتقل کرده، اما این کار موقت قطعی است. نصرت پارسا گزارش می‌دهد. چمن حضوری کابل با این پهنا اما بدون سبزه کافی برای ورزش. شاید ورزشکاران از بابت سطح این چمن تنها ناراض باشند، اما حضور گسترده معتادان مواد مخدر در این محل براستی که نام میدان ورزشی را به خوابگاه معتادان بدل کرده است. محمد ظاهر اخبر رئیس کمیته ملی المپیک از این بابت خیلی نگران است، حتی که به خاطر راندن معتادان مواد مخدر برای همیشه از اینجا دفتر کارش را از ساختمان مجلل المپیک به گوشه‌ای از این چمن منتقل کرد. آقای اخبر تصمیم دارد که 20 روز را در اینجا بگذراند. متوجه شدیم که لشکر حس معتادین باز نزدیک شده به چمن حضوری. از 5 روز به این طرف شخصا این مسئولیت و دوش ما گرفتیم که خیمه داشته باشم به داخل چمن حضوری، ولی با این قیافه که فعلا ما را میبینی با این قیافنه کالای کار با جمع همکارای ما با جان ما هست با جمع هیئت رهبری تصمیم گرفتیم که در طول 20 روز باید چمن دوباره حالت نرمال خود بگیره. سیستم آبیاریش فعال بوده ولی اجازه نمیدادن جوانا. ظاهرا این وضعیت نشان میدهد که شمار معتادان مواد مخدر در شهرهای مهم کشور به حد افزایش یافته که حالا جایی را برای ورزشکاران نیز تنگ میسازند. مقام های محلی در غزنی تصمیم دارند تا برخاز مسئولیت های شاروالی این ولایت را به سکتور خصوصی بسپارند. آنان دلیل این کار را ضعف شاروالی عنوان می کنند. در عین حال شاروال غزنی نیز از ناتوانی در تنظیف شهر اعتراف می کند و همچنان می گوید کارمندان شاروالی غزنی برای تنظیف تمام شهر کافی نیستند. محمد لامومنزاده از غزنی گزارش می دهد. اینجا شهر غزنی است، شهری که تا 3 ماه دیگر به عنوان پایتخت تمدن و فرهنگ کشورهای اسلامی معرفی می شود. هرچند اداره شاروالی غزنی سالانه میلیون ها افغانی از شهروندان غزنی به عنوان صفایی جمع‌آوری می کند، با آن هم دیده می شود که چهره شهر از تجمع کثافات، هجوم بیش از حد دستفروش ها در جاده های این شهر که باعث بندش سرک ها نیز شده اند به هم ریخته است. والی غزنی شاروالی این ولایت را در صفایی شهر ناتوان می داند و در نظر دارند تا بخشهایی از مسئولیت های این اداره را به سکتور خصوصی به قرار داد بدهند. ما این را به سکتور خصوصی می دیم تماما شهره و برطانی دیمنا می دیم هم سرسبزی و هم سایو پاکی شهر غزنی را به سکتور خصوصی می دیم. شاروالی ما متاسفانه که اینمی قابلیت قطع نداره، نه تنها که پاک کردن می تانه بلکه هنوز چتر کده رئیس. در این حال شاروال غزنی از نبود امکانات و کارمند کافی در این اداره سخن میگوید و واگذاری مسئولیت تنظیف شهر را برای سکتور خصوصی در بلند بردن عواید این اداره نیز مفید میداند.
عملی تنظیفات ما به مو محدوده ای که قبلا بودن معلوم هستن و روز به روز شار انکشاف پیدا میکنه و بازسازی جریان داره. ما میخواهیم که نیمی به سکتور خصوصی بتیم که به خاطر ازی اگر یک قسمت ازی شار ما به سکتور خصوصی بتیم ما میتونیم آزادانه که یک قسمت دیگه پلان اول میشه یا پلان اولشه ما خود ما به مسئولیت درست ما از او مراقبات هم کرده میکنیم. با آنکه چند سال پیش اداره جدید به نام حفاظت از محیط زیست در چوکات دولت ایجاد کردید، با آن هم دیده می شود که آلودگی هوای شهرها روز به روز بیشتر دامنگیر باشندگان شهرهای کشور شده است. خبرهای خارجی را پس از وقفه کوتاه دنبال می کنیم. با تلویزیون آریانا باشید. بیننده های گرام قدر سلام. توجه نمایید به پیشگویی وضعیت آب و هوای چند شهر بزرگ کشور که بر اساس درجه سانتیگراد پیش بینی شده است. کابل فردا آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین ترین 11. هرات نیز آفتابی است، بلندترین درجه حرارت 20، پایین ترین 10. و مزار شریف همچنان فردا آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 13. جلال آباد نیز آفتابی است، بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 14. و سرانجام قندهار فردا آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین ترین 9 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است. سپاس از همراهیتان. لحظات خوش داشته باشید.